ما کاظم را از سال 1974 یا 1975 میشناسیم. الان زمان دقیق اون رو به خاطر نمیارم، ولی در همین حدود بود. اگر درست به خاطر داشته باشم، اولین باری که من با کاظم روبرو شدم در یک تظاهرات در ژنو بود، و اگر خاطراتم درست باشه تظاهراتی علیه شاه و برای آزادی در ایران بود. C'était une manifestation contre le chat et pour la liberté en Iran. Et depuis ce moment-là, از این لحظه به بعد ما در تماس با کاظم قرار گرفتیم و او تبدیل به یکی از بهترین دوستای ما شد. Je crois pour ma part que tu as dû venir une fois à la من فکر می‌کنم تو یه بار در همون سال‌های 1974 یا 75 به همراه کاظم به خونه اومده بودی، چون دانشجویان ایرانی میخواستن برای اشغال کنسولگری ایران به ژنو برن. این کنسولگری به عنوان محل فعالیت ساواک شناخته شده بود و در اونجا فهرست مخالفین ایرانی ضد شاه که بایستی در اروپا تحت تعقیب قرار میگرفتن وجود داشت. به خاطر همین کاظم از ما خواست محل اسکان چند ایرانی جوان که از آلمان و ایتالیا اومده بودند رو حل کنیم. ما خوشبختانه آپارتمان بزرگی در ژنو در نزدیکی بیمارستان کانتونال داشتیم و ما در چند نوبت تعدادی از این مخالفان جوان رژیم شاه رو پذیرفتیم و یک دوستی بسیار قوی میان ما شکل گرفت. البته ما خاطرات زیادی از این دوران داریم، ولی فکر میکنم که زیباترین خاطره مربوط به شبیه که ما چند تن از دوستان خودمون من جمله کاظم رو به آپارتمانمون دعوت کرده بودیم. ناگهان زنگ تلفن به صدا در اومد. من جواب دادم و صدای فردی با لهجه خارجی رو شنیدم. او خانه صحبت با کاظم بود. من کاظم رو صدا زدم و کاظم پای تلفن اومد و چند لحظه بعد با لبخند بزرگی بر لبانش و در حالی که دستان خودش رو به علامت پیروزی بلند کرده بود به ما گفت مسعود آزاد شد. انفجاری از خوشحالی بین ما رخ داد و ما اون روز از اینکه با کاظم بودیم بسیار خوشحال شدیم. C'est vrai que ça a été une soirée extraordinaire. اون یک شب خارق‌العاده بود. تصور کنید کاظمو که مبارزه کرده بود و برای اینکه برادر کوچکترش مسعود که به اعدام محکوم شده بود توسط رژیم شاه کشته نشه، کوه‌ها رو جابجا کرده بود. کاظم از تمام قدرت خودش استفاده کرده و تلاش کرده بود با همه انجمنها و افرادی که میتونستند روی شاه نفوذ داشته باشند تماس بگیره تا مسعود اعدام نشه. کاظم در ژنو عضو لیگ حقوق بشر سوئیس بود و من فکر میکنم که قاضی گروبت عضو لیگ حقوق بشر بود، همون که به ایران رفته بود تا در زندان با مسعود ملاقات کنه. در حقیقت حکم اعدام مسعود به حبس ابد تغییر پیدا کرد و ناگهان سرنگونی شاه رخ داد و انفجار شادی و عواطف کاظم در اون شب به خاطر آزادی مسعود واقعا خارق‌العاده بود. Et tout d'un coup, la chute du chat, et puis cette explosion d'émotion et de joie ce soir-là avec Kazem pour cette libération de Massoud, absolument extraordinaire. Oui, intéressant. Un autre souvenir, c'est pendant la courte période. یک خاطره دیگه مربوط به مدت زمان کوتاهی بود که کاظم با دولت جدید ایران کار میکرد و به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل و سازمانهای بین الملل در ژنو معرفی شده بود. او در نهایت باید به ساختمان هیئت دیپلماتیک ایران نقل مکان میکرد و یک شب ما رو به همراه دوستانمون دعوت کرد و یادم میاد که ما رو به زیرزمین سفارت ایران برد و در اونجا صدها بطری مشروبات الکلی و دو یا سه خودروی مرسدس بنز و خودروهای دیگه وجود داشت که سفیران سابق نتونسته بودند وقتی که به ایران فراخونده شدن با خودشون ببرن. در اونجا میشد تصویری به دست آورد از ثروت رژیم سابق ایران که اون رو از مردم رو بوده بود و سفیر ایران هم که جیپاش رو از اون پر میکرد.
que les anciens ambassadeurs n'avaient pas pu prendre lorsqu'ils avaient été rappelés en Iran et همینطور یک شب دیگه یک مراسم رسمی یادبود اجرا می شد و کاظم در سالن بزرگ مهمانی سفارت ایران در ژنو از افراد استقبال کرد. در اونجا خانومی به نام خانم دونوی که دوست بزرگ کاظم بود و به خاطر دولت جدیدی که آرزو می کردیم در ایران روی کار بیاد مبارزه می کرد شروع به سخنرانی کرد. بقیهش رو کریستین تعریف می کنه. C'était assez extraordinaire parce que Madame Dunuy a été une. خیلی خارق العاده بود چون خانم دونویی چندین سال بود که به کاظم کمک میکرد و کاملا طرفدار یک ایران آزاد بود. روشن بود که طی چندین سال که با کاظم کار کرده بود، کوشیده بود تا تعدادی از ایرانیانی که در ژنو بودند رو متقاعد کنه که به انجمنی که به افراد نیازمند در ایران و به ویژه به خانواده‌های زندانیان سیاسی کمک می‌کرد بپیوندند. ولی تا اون زمان موفقیت زیادی با جامعه ایرانیان مقیم ژنو کسب نکرده بود. و ناگهان اون شب اون خودش رو در این سالن بزرگ مهمونی یافت که تا اونجا که به یاد دارم گرامی داشته سالگرد مصدق بود. در اون لحظه با دیدن چنین جمعیتی که بخش زیادی از اونها ایرانیان مقیم ژنو بودن، یادم میاد که اون که بسیار کوتاه قد بود روی یک صندلی یا میز رفت، کاری که چندان رسمی به نظر نمی اومد و گفت: گوش کنی، من در اینجا از دیدن این تعداد ایرانی که در حال جشن گرفتن سالگرد دکتر مصدق هستند ذوق زده هستم. این همه ایرانی طی تمامی این سالیان که ما تلاش کردیم علیه شاه و برای دفاع از زندانیان سیاسی مبارزه کنیم کجا بودند؟ همه شما کجا بودید؟ و به جز خانم دونویی کس دیگه‌ای نمیتونست چنین چیزی رو به جامعه ایرانیان که در اونجا حضور داشتند بگه. و یک لحظه سکوت واقع شد. از اون لحظات سکوتی که بسیار غنی هستند و برای ما هم رخ داده که افراد به کارهای نکرده خود میاندیشند. پس از اون بود که بسیاری از اون افراد نیز تصمیم گرفتند برای این آرمان مبارزه کنند. بله، زیرا همه این ایرانیان در ژنو یا جای دیگه در سوئیس زندگی میکردند و امکان اینو داشتن که با کاظم همراه همدیگه فعالیت کنند، ولی در واقع هیچ حرکتی انجام نداده بودند. زیرا دلبستگی های دیگه ای داشتن. این دو خاطره بسیار برجسته درباره کاظم بود. البته خاطرات زیادی وجود داره، زیرا کاظم بیش از صرفا یک دوست بود. او مدافع آزادی در ایران بود. او با فعالیتاش و با حضورش در سازمان ملل و نزد هیئت‌های مختلف دیپلماتیک در ژنو امید برای تغییر در ایران را از خودش ساطع می‌کرد و به این صورت بود که کاظم دشمن رژیم ایران شد و در نهایت این رژیم طرح ترور او را به اجرا گذاشت. در آن زمان رژیم ایران به ترور مخالفین خودش عادت داشت. فکر کنم بیش از 100 نفر رو به این صورت در چندین کشور اروپایی ترور کرد و به این ترتیب بود که کاظم در 24 آوریل 1990 و در نزدیکی خانه خودش مورد هدف قرار گرفت. اینا خاطرات بدی هستند. علاوه بر اون، کاظم در اون زمان این کینه رو از طرف رژیم ایران احساس میکرد. مثلا وقتی که در راهروهای سازمان ملل بود اون رو حس میکرد. و البته باید یادآور شد که سازمان ملل مجبور شد دست به اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از اون در برابر کینه‌ای که دولت ایران نسبت به اون داشت بزنه. و اولین دروازه‌های کنترلی فلزیا که در مقابل سالونی که در اون زمان شورای حقوق بشر در اون تشکیل می‌شد نصب شد. اولین دروازه‌های فلزیا که نصب شد جهت کنترل دیپلمات‌های ایرانی و حفاظت از کاظم نصب شد. و البته شما می‌دونید که اکنون داشتن دروازه‌های فلزیا یک امر معمول شده.
ولی اون که در سال 1987 یا 88 یا شاید 89 نصب شده بود که الان سال دقیق اون یادم نمیاد، در هر حال برای حفاظت از کاظم نصب شده بود. ولی این برای حفاظت از اون کافی نبود. رژیم ایران طرح بسیار دقیقی داشت تا به طور قطعی کاظم رو حذف کنه. اون با قدرت اغنای خود و با همه عزم و اراده خودش و تأثیرگذاری بسیار در تلاش برای محکومیت رژیم ملاهای ایران و رژیمی که خود او قبلا سفیر اون بود و اکنون چند سال بود که یک مخالف مهم علیه اون شده بود موفق بود. چیز دیگه ای که چشمگیره اینه که کاظم که مخالف شاه بود به انقلاب ایمان داشت. او بعد از سرنگونی شاه به تغییر رژیم ایمان داشت و با رژیم جدید همکاری میکرد. باید گفت او سفیر رژیم بود، زیرا وقتی میگوییم همکاری معانی مختلفی دارد. بله درسته، او در دولت جدید ایران شرکت کرد، ولی خیلی زود فهمید که این دولت جدید تحت حاکمیت خمینی به اندازه رژیم قبلی وحشتناک و ضد دموکراسیه. و بعد از مدت کوتاهی که در رژیم شرکت داشت خیلی سریع متوجه اون چی که به طور واقعی در ایران در جریان بود شد و لذا از اون فاصله گرفت و به سوئیس برگشت و از سوئیس مجدداً تقاضای پناهندگی سیاسی کرد که بار اول تحت حاکمیت رژیم شاه متقاضی اون شده بود. کاظم مخالف شاه بود، سپس نسبت به رژیم جدید سمپاتیک بود، ولی خیلی زود با این رژیم به مخالفت برخاست، زیرا به سرعت فهمید که ایران توسط این آخوندها و آیت الله ها که هیچ احترامی برای حقوق بشر ندارند به کجا کشیده میشه. Sympathisant avec le nouveau régime et très vite de nouveau opposé au nouveau régime parce qu'il avait très vite compris où l'Iran était mené par ces mollahs et ces ayatollahs qui n'avaient aucun respect des droits de l'homme. Oui, alors il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas passer sous silence, c'est la manière dont Kazem a mené sa vie. بچه دیگه که نباید اون رو نادیده گرفت روش زندگی کاظمه. او همواره به اونچه که در ایران میگذشت گواهی میداد و برای آزادی و حقوق بشر مبارزه میکرد. کاظم اینجا در سوئیس و در سراسر اروپا و جاهای دیگه وجدانها رو نسبت به آنچه در ایران میگذشت آگاه کرد. او یکی از کسانی بود که باعث شد بسیاری از ایرانیان برای مبارزه علیه رژیم گرده هم بیان و فکر میکنم که فعالیت‌های کاظم تا همین امروز هم ثمر بخش بوده، زیرا ما همچنان به ایرانیانی که در کمپ لیبرتی به سر میبرند و قبلا در کمپ اشرف بودن میاندیشیم، کسایی که هنوز از این رژیم در ایران و ترک عراق توسط آمریکایی‌ها رنج میبرند. اونا کسانی هستند که امید یک دولت جدید آزاد و مستقل در ایران رو در سر دارند. Qui souffre encore de ce régime d'Iran et du lâchage des Américains, mais auxquels nous pensons et qui ont toujours en tête cet espoir de voir un jour l'Iran arriver à avoir un nouveau régime et un régime de liberté et d'indépendance. On a bien sûr pas pu tout dire et on ne connaît pas tout de la vie de Kazem, mais بله، هرچند که ما نتونستیم همه چیز رو درباره زندگی کاظم بگیم و همه چیز رو هم نمیدونیم. وقتی اون برای دومین بار درخواست پناهندگی سیاسی از سوئیس کرد، نماینده شورای ملی مقاومت در مسئله حقوق بشر شده بود. اگه درست به خاطر داشته باشم، اون عضو این شورا بود. اون انسانی بود که در مبارزش به سایرین قدرت و شجاعت میداد. چون اون کسی بود که همواره یک دید امیدوار کننده نسبت به این مبارزه داشت و اون این که پیروزی قطعا به دست خواهد آمد. avait toujours un aspect positif de ce combat. On allait gagner.
On en parlait tout à l'heure. Si le chemin était long, vous le disiez. اینو قبلش گفتیم که این مسیر طولانی بود. هم شما و هم ما به اون اذعان می‌کردیم. ولی امروز به این باور داریم که مسیر باقی مونده تا رسیدن به ایران آزاد و دموکراتیکی که آرزوی اون رو داریم کوتاه خواهد بود. واقعیت اینه که امروز تعدادی از مجاهدین هستند که در خط مقدم این نبرد هستند و اپوزیسیون ایران امروز و نیروی ایران دموکراتیک فردا رو نمایندگی می کنند. اینها مردان و زنانی هستند که قبلا در اشرف بودند و اکنون در لیبرتی به سر می برند. من امروز عمیقاً به اونها درود می فرستم و اونها رو به خاطر همه چیزهایی که زنده نگه می دارند و به خاطر حساسیت شرایطشون ستایش می کنم. هر بار که از اونها می شنویم از مردان و زنانی می شنویم که به روش کاظم سر پا ایستادن. مردان و زنانی هستند که عزمی پایان ناپذیر برای تغییر رژیم ایران دارند. سون دی زوم و دی فام کی اون یون دترمیناسیون سان فای پور لو شانجمان د رژیم ان ایران. Oui, alors nous avons beaucoup parlé de Kazem et de tout ce qu'il a fait. بله ما بسیار درباره کاظم سخن گفتیم ولی نباید فراموش کرد که کاظم تنها قربانی رژیم ایران نبوده. بسیاری از هواداران مقاومت ایران، انقلابیون و آزادی خوان دیگر هم با جان خودشون بهای مبارزشون در راه آزادی رو پرداختن. و اگر کاظم 24 سال پیش در سال 1990 مورد سوء قصد قرار گرفت، در این 24 سال بسیار کاظم های دیگری هم بودند که جان خودشون را فدا کردند و کاظم های دیگری که امروز همچنان به مبارزه خودشون ادامه میدن و ما همواره به طور خاص به اونهایی که در لیبرتی هستن میاندیشیم و اونها مبارزه رو تا پیروزی ادامه خواهند داد. Nous pensons particulièrement à ceux de Liberty et qui continueront le combat jusqu'à la victoire.